به نام خدا. سلام دوستان، محمد محسن خاشعی نژاد هستم از وبسایت cyclen.ir. با دومین جلسه از آموزش جامع PHP همراه ما باشید. توی این جلسه می‌خوایم با هم دیگه اولین اسکریپت PHP رو شروع به نوشتن بکنیم. برای اینکه اسکریپت های نویسی PHP رو بنویسیم، گفتم باید از ادیتوری استفاده بکنید که ما ادیتوری که توی این آموزش ها قرار هست با هم دیگه اون کار بکنیم و ازش استفاده بکنیم، ادیتور دریم ویور هستش. خب دریم ویور رو باز میکنیم و از قسمت create new file یه دونه فایل PHP رو ایجاد میکنیم و فایل PHP برای ما با نام untitled1 ایجاد بشه. این فایل رو باید ما ذخیره بکنیم. حالا کجا ذخیره بکنیم؟ مکانی که قرار هست ذخیره بکنیم باید با استفاده از زم کنترل پنل خواهد بود. گفتم توی جلسه اول به شما آموزش دادم چرا از این نرم افزار باید استفاده بکنیم. میایم آپاچی رو رانش میکنیم تا وب سرویس ما راه اندازی بشه و پس از اینکه سبز رنگ شد راه اندازی شدهش، میایم روی تب اکسپلورر کلیک میکنیم. اکسپلورر چی هستش؟ میاد مکانی که ما نصب کردیم این نرم افزار زمپ رو به ما نشون میده. درایو جی زمپ ما با اون کاری نداریم، با فولدری به نام HDDocuments کار داریم. وقتی شما برای اولین بار این نرم افزار رو نصب کنید، توی این مسیری که اومدیم زم HDDocuments یک سری فایل هایی وجود داره. تمام اون فایل ها رو شما باید بار اول پاک بکنید. اما ما در دوره آموزشی که درون وبسایت مبنی بر آموزش طراحی سایت با استفاده از وردپرس داشتیم، با هم دیگه این نصب کردیم و یه دونه سایت وردپرس درست کردیم. برای همین ما فایلامون رو درون یه دونه فولدر قرار میدیم که قرار هست آموزشامون رو از طریق این فولدر با هم دنبال بکنیم و توی این مسیر میایم فایل خودمون رو ذخیرهش میکنیم. با زدن کلید کنترل S مکان ذخیره سازی برای ما باز میشه. آدرسمون رو تایپ میکنیم و یک S بهش میدیم. عنوان مثال php1. میبینید که php1.php برای ما توی این مسیر ذخیره شده و حالا ما طبق این آدرس کارمون رو پیش خواهیم بردش. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما چجوری میتونیم فایل php رو با هم دیگه بازش بکنیم. ببینید حالت این فایل چیزی نیستی مثلا عکس فایرفاکسی داشته باشه یا IE کروم شما بتونید باز بکنید. فرمتش HTML نیست، php. چجوری اینو بازش بکنید؟ برای باز کردن گفتم بعد از سرورمون استفاده بکنیم. این سرور آپاچیمون هست که فعالش کردیم. ما بعد از اینکه استارت رو زدیم، برای اینکه باز بشه کافیه روی گزینه ادمین کلیک بکنیم تا وارد محیط ادمینمون بشیم. ببینید وقتی وارد ادمین بشید، آدرسی که برای شما مثل لوکال هاست خواهد بود. حالا یا لوکال هاست میتونید وارد بشید یا اینکه بنویسید 127.2.0.1 و اینتر رو بزنید. هر دوی اینها برای شما یک صفحه رو باز میکنه. حالا اینکه چرا اینجا نوشته خطا در برقراری ارتباط و پایگاه داده، به خاطر این هستش که من گفتم اینجا اومدیم یه دونه سایت وردپرسی نصب کردیم و آموزش های ما درون فایل PHP خواهد بود. پس ما باید وارد لوکال هاست بشیم /php و اینتر بزنیم. میبینید که برای ما ایندکس اولیه باز میشه و میتونیم فایل php1 رو که ایجاد کردیم با هم مشاهده بکنیم. حالا این لوکال هاست ممکنه بگید چی هستش کلن و این آپاچی چی کار کردش؟ ما آپاچی رو استارت کردیم بعد گفتیم برو توی لوکال هاست سایت باز میشه. ببینید سایت لرن رو که دارید مشاهده میکنید اینجا یه دونه آدرس داره، این بالا نوشته شده www.cyclen.ir. در واقع یه هاست توی اینترنت خریداری شده و این سایت روی عموم قرار گرفت. خب ما گفتیم نمیخوایم هزینه بکنیم و بیایم یه هاست خریداری بکنیم توی اینترنت، ما میخوایم مستقیما سایت خودمون رو اینجا بارگذاری بکنیم. برای همین اومدیم یه سرور نصب کردیم و ببینید آدرس این هم این آدرس سایت سایتلرنه، مثلا http فلان و حالا به این صورت نشون داده شده. اینجا به این صورت هستش که شما نگاه کنید میتونید مشاهده بکنید آدرس سایت ما رو.
یعنی وارد php 1.php بشید، ببینید همچین آدرسی هست: localhost/php/php1.php. و آدرس دقیقش که مثلا توی اینترنت بخواییم به این صورت هستش: http://localhost یا مثلا siteend.ir/php/php1. پس ما بدون این که هزینه ای بکنیم توی اینترنت و بیم هاست خریداری بکنیم، خیلی راحت یه دونه هاست رو توی کامپیوتر خودمون ویندوز 7 XP8 مون راه اندازی کرد. خب برمیگردیم به قسمت کد هامون و میخوایم شروع بکنیم به نوشتن کد های PHP. دوستان برای نوشتن کدهای PHP میتونید اون رو در هر جایی از سندتون بنویسید، یعنی قبل از HTML در اون تگ بادی و هر جایی که دوست داشتید اون رو بنویسید. نحوه نوشتن کدهای PHP به چه صورت هست؟ ما به چندین روش میتونیم کدهای PHP رو بنویسیم. روش اول، تگ کوچکتر، علامت سوال، علامت خود PHP رو مینویسید و تگ بزرگ، علامت سوال و تگ بزرگتر رو میذارید. به این صورت شما میتونید به حساب کد PHP تون رو این وسط قرار بدید. این شیوه اولی. شیوه دوم که شما میتونید بنویسید، علامت کوچکتر، علامت سوال و در انتها علامت سوال و علامت بزرگتر. یعنی شما میتونید اینجوری کدتون رو بنویسید، به این صورت میتونید کدها رو بنویسید. یا شیوه سومی هم وجود داره، بنویسید اسکریپت، اینجا تایپش رو بنویسید مثلا PHP و حالا شروع کنید به نوشتن. ببینید دوستان، این روش سوم که کلن بی خیالی زیاد کاربردی نیست. بین روش اول و دوم هم توصیه میشه از روش اول استفاده بکنید، هرچند روش دوم هم ساپورت میشه ولی بهتر هستش که از این روش استفاده بکنید، چون بعدا با XML مشکل پیدا نکنید. پس ما کدهای خودمون رو بین این تگ‌ها قرار میدیم و می‌نویسیم. در مورد زبان PHP یک موردی هم می‌خواستم براتون بیان بکنم که PHP مخفف واژه Hypertext Preprocessor هستش. Preprocessor، حالا اگر روز نوشته باشم، Preprocessor کاری که میاد انجام میده یعنی پردازش سمت سرور. یعنی این که کدهای ما که الان همه این که اینجا نوشته شده، این کد و این کدها راحت اجرا میشه سمت کاربر، اما این کدهایی که این وسط نوشته بشه اینا اجرا نمیشه و میره سمت سرور. سرور میاد خط به خط کدهایی که درون این دوتا علامت هستش رو بررسی میکنه، ترجمهش میکنه و به ما نشون میده. این منظور از واژه PHP که چرا PHP گذاشتن اسمش رو، مخفف واژه Hypertext Preprocessor هستش. خب اولین کدی که در واقع میخواییم با هم دیگه بنویسیم و نشون بدیم یه دستور ساده اکو هستش. اکو مثلا بگیم Hello World. اولین کاری که هر برنامه نویسی انجام میده کلن توی زبان ها نوشتن این واژه هستش، Hello World. حالا اینجا صفحه خودمون رو رفرش میکنیم و میبینیم که واژه Hello World به ما نشون داده شد. در واقع شما هر کتاب PHP هم بردارید شروع کنید بخوندن یا هر زبان دیگه، سی، سی شارپ، جاوا، همه اینها عموماً چون انگلیسی هستن اولین واژه‌ای که به شما یاد میدن نحوه چاپ کردن یه واژه به نام سلام دنیا. به دنیای برنامه‌نویسی خوش اومدید هستش. این هم یک مثال از نحوه نوشتن کدهای PHP. حالا اینکه اکو چی هست، چرا ما اینجوری نوشتیم و در جلوتر براتون توضیح به صورت کاملا مفصل خواهم داد. اولین مفهومی که در هر زبان برنامه نویسی شما اول میایید با اون آشنا میشید پس از اینکه اولین کد رو نوشتید و یه خروجی ازش دیدید، این هستش که متغیرهای اون زبان رو باهاش آشنا میشید. متغیرها یا به اصطلاح بهش میگیم وریبل ها چیا هستن؟ یک سری به حساب میشه گفتش مناطقی از حافظه هستن که دارای یک نوع خاص و یک مقدار خاص هستن. مثلا واژه‌ای داریم به نام فرض کنید اینت ایکس. خب این برای زبان PHP نیست، من میخوام بهتون بگم
این اینت ایکس چی هستش؟ میاد میگه یک متغیری داریم، وریبلی داریم به نام چی؟ به نام ایکس. حالا اسمشو بذاریم نیم. خب یه متغیری داریم به نام ایکس. این ایکس ما چه نوعی هست؟ از نوع اینت هستش. مفهومش یعنی چی؟ یعنی توی فضای حافظه میاییم یه منطقه در نظر میگیریم، مثلا 4 تا 5 بایت. خب اینت یعنی 2 تا 4 بایت، انقدری رو در نظر میگیریم، این x رو میذاریم توی اون خونه ای از حافظه. این مفهوم متغیرها هستش. خب حالا متغیرها توی زبان PHP به چه صورت هستش؟ متغیرهایی که توی PHP هستش به دو دسته یا جزئی تر بگیم به سه دسته تقسیم میشه. یک، متغیرهای اسکالر هستش. متغیرهای اسکالر یک دسته از متغیرهای ما هستش. متغیرهای دوم ترکیبی هستن و سومین نوع متغیرهای ما متغیرهای خاص هستن. خب هر کدوم از اینها شامل یک سری زیرمجموعه هست. متغیرهای اسکالر شامل چه زیرمجموعه‌ای میشه؟ توی اینجا براتون در نظر بگیرم بنویسم. متغیرهای اسکالر شامل این موارد میشن: اینت، بولین، فلوت و استرینگ. اسکالرهای ما 4 تا زیر مجموعه اعداد اینتیجر، بولین یا بول، فلوت، اشاری و استرینگ رشته ها میشن. متغیرهای ترکیبی ما شامل دو دسته میشن: اری یعنی آرایه های ما و دومین موردشون هم هستش به حساب، حالا اینجوری بنویسید، دومین مورد هم هستش آبجکت و آبجکت ها. آرایه ها و آبجکت ها هم دو نوع ترکیبی هستن. سومین مورد دسته‌بندی متغیرها درون زبان PHP چی هستش؟ ریسورس هستش. ریسورس و ریسورس و دومین مورد هم نال هستش. پس ما این نوع داده ها رو توی زبان PHP باهاش سر و کار خواهیم داشت. نوع داده های اسکالر و ترکیبی رو با هم دیگه ترکیبش کردن این 6 مدل رو و اسممون رو گذاشتن استاندارد وریبل و این مدل هم اسمش رو گذاشتن اسپشیال وریبل، یعنی متغیرهای خاص. متغیرهای اسکالر یعنی تنها تکی، ترکیبی نیستن. متغیرهای ترکیبی به ترکیبی از اون موارد اسکالر با هم میان و ترکیب رو تشکیل میدن. متغیرهای خاص هم در موارد خاص کاربرد خواهند داشت. حالا اینکه این موارد چی هستش الان براتون میخوایم تک تک توضیح بدیم. ببینید ما توی زبانهای مختلف مثلا زبان سی شارپ و اینا پس ما میگیم اینت ایکس، یعنی میگیم ایکس از نوع اینت، اما توی زبان PHP همچین چیزی نداریم که از پیش ورز خودمون بیاییم مشخص بکنیم و بگیم که این زبانی که مشخص کردیم به حساب از اون نوع هستش، متغیر از نوع مثلا این دستش. متغیرها رو توی زبان PHP با علامت دالر نشون میدیم، علامت دالر و اینجا variable name. با همین راحتی ما یه دونه متغیر تعریف کردیم. حالا این متغیر چیه؟ متغیر اینت، بولین، فلوت، نمیدونیم چی هستش. این رو بر اساس مقداری که ما بهش میدیم نوعش مشخص میشه. یعنی اگر ما نوشتیم دالر وریبل نیم مساوی است با 5، یعنی این وریبلی که تعریف کردیم حالا نیمش فرض ایکس ما مساوی با 5 باشه، این میشه نوعش چی؟ میشه اینتیجر، پس یه عدده. اگر نوعش رو بگیم میخوایم از بولین باشه باید اینجا true یا false باشه، یعنی اینجا بنویسیم true یا این که بنویسیم false، اون وقت نوعش میشه چی؟ میشه بولین.
برای اینکه استرینگ باشه مثلا میشه 3.35، رشته ای میشه تا بشه عدد ما فلوت اشاریه. برای اینکه رشته باشه مثلا کافیه اینجا یک عبارتی رو بنویسیم، مثلا بنویسیم که scilearn.ir. این الان نوعش میشه چی؟ نوع خواهد شد به حساب نوع استرینگ scilearn.ir. برای نوعهای ترکیبی چی میشه؟ object یعنی اشیایی که بیایم ایجاد بکنیم، حالا شی رو درونه این میرسیم، array ما میایم یه دونه آرایه یا درونه این متغیر میرسیم، resource چی میشه؟ میایم اینجا مثلا نوع خاصی مثل database رو میرسیم درونه این متغیر. null هم فقط کافیه کاراکتر خود null رو اینجا بنویسیم و درونه این متغیرمون قرار بدیم. خب حالا چند تا نکته رو با هم بررسی بکنیم. نکته اول این که تمام متغیرهای خودمون رو گفتیم حتما با علامت دالر شروع میشه. در پایان هر کدوم از جملاتی هم که می‌نویسیم بهش میگیم expression، حتما یک نقطه کاما قرار میدیم که بهش میگیم سیمیکالون، اونجا قرار میدیم. ببینید تا نباشه این خط به ما خطا خواهد داشت. نکته بعدی که وجود داره در مورد نامگذاری این متغیرها هستش. ما همینجوری نمیتونیم هر متغیری تعریف بکنیم. مثلا اینجا x رو در نظر بگیریم درسته، اما دالر 23 مثلا وجود نداره، میبینید که قرمز شد، خطا داره. پس متغیرها از قانون نامگذاری خاصی دارن پیروی میکنن. متغیر شما هیچ وقت نمیتونه با عدد شروع بشه، حتما باید حروف باشه. متغیر شما هیچ وقت نمیتونه با کاراکتر داش شروع بشه، حتما باید با یک کاراکتر غیر از داش یا عدد بشه، اما متغیر با آندرلاین میتونه شروع بشه. نکته بعدی که وجود داره در مورد اندازه متغیر هست. زبان PHP یک زبان کیس سنسیتیو هستش، یعنی نسبت به کوچیک و بزرگ بودن حروف حساس. اگر اینجا نوشتیم دالر ایکس مساوی با فلان، این پایین دالر ایکس بزرگ رو بنویسیم، اینجا میتونیم درونش یه چیز دیگر بنویسیم، مثلا بنویسیم shop.scilearn.ir. و این دوتا متمایز از هم خواهند بود، اینجا یه دالر ایکس کوچیک داریم، اینجا دالر ایکس بزرگ رو شاهدش هستیم. پس زبان PHP یک زبان هستش که نسبت به حروف کوچیک و بزرگ حساس هست و در انتها باید حتما سیمیکالون بزنید و نباید از عدد استفاده بکنید در ابتدا، اما در ادامه میتونید شما از عدد استفاده بکنید یا حتی از خط فاصله، یعنی اجازه میده؟ نه اجازه نمیده، کلا خط فاصله رو نمیتونید به کار ببرید، ولی آندرلاین رو میتونید به کار ببرید. نکته بعدی که توی زبان PHP وجود داره بحث کامنت هستش. کامنت چی هستش دوستان؟ کامنت یا به حساب بگیم غیر فعال کردن. الان ببینید که چند تا خط اینجا خطا داده، چرا؟ چون اصلا کدهای PHP نیستن، توضیحات من هست. برای کامنت کردن هر چیزی شما میتونید از عبارت // استفاده کنید. ببینید رنگش تغییر میکنه و این کامنت شد، الان پردازش نمیشه. و همین صورت اینجا میتونید // رو بنویسید یا نحوه دیگه کامنت استفاده کردن از علامت شارپ هست. شما شارپ رو هم بذارید همون نقش // رو داره. خب الان ما سخته برای تک تک اینا // بذاریم چیکار کنیم همه اینا یه جا کامنت بشه، غیر فعال بشه. ما میتونیم با علامت /*، و در انتها استار یعنی ستاره /، این کار رو انجام بدیم و به این صورت میاییم تمام عباراتی که نوشتیم رو یک جا به حساب کامنتش میکنیم و خیلی راحت این عملیات رو انجام میدیم. پس توی این جلسه ما با چند تا مفهوم آشنا شدیم. اول اینکه چجوری کدهای PHP مون رو می‌نویسیم، درون چه علامتی باید قرار بدیم. دوم اینکه نحوه نوشتن دستورات به چه صورت هستش، که حتما وقتی نوشتی در انتها باید سیمیکالون باشه. بعد اومدیم با انواع متغیرها آشنا شدیم، متوجه شدیم متغیرها با دالر شروع میشن و همچنین نحوه نوشتن متغیرها از چه اصولی پیروی میکنه. سپس اومدیم گفتیم که انواع متغیرها چیا هستن، متغیرهای اسکالر
ترکیبی و متغیرهای خاص رو ما شاهدش هستیم و میتونیم با هر کدوم اونها کار بکنیم. انشاءالله در جلسه بعد بیشتر در مورد متغیرها و نحوه شناسایی نوع داده با استفاده از پارامترهای مختلف و متدهای مختلف آشنا خواهیم شد.